نصب وردپرس روی زمپ. ابتدای امر شما باید نرم افزار زمپ رو دانلود کنید. لینکش توی اینترنت هست، میتونید سرچ کنید، پیدا کنید. اما پیشنهاد بکنیم که از تاتشن استفاده کنید. بعد از این ویدیو اون پایین لینک دانلود نرم افزار رو قرار میدیم. آخرین نسخه زمپ رو براتون آماده خواهیم کرد و شما میتونید از اونجا دانلود کنید. نصبش هم خیلی ساده است، مثل نرم افزارهای دیگه. نباید قاعدتا مشکل خاصی داشته باشید، اما اگه مشکلی هم بود تو نظرات از ما بپرسید و ما تا حد امکان شما رو کمک میکنیم. اما بعد از نصب زمپ، اولین کاری که میکنید اینه که زمپ رو باید اجرا کنید. محیط زمپ یه همچین محیطیه. برای نصب وردپرس ما به دوتا مدلش نیاز داریم، مدول آپاچی و MySQL. این دوتا رو استارت میکنیم، ساب میکنیم سابس شه، MySQL سابس شد، آپاچی هم ببینیم سابس میشه یا نه. این هم سابس شد دیگه. با محیط نرم افزار کاری نداریم، مینیمایزش میکنیم، میریم سراغ کاره دیگه. کار دومی که بعد انجام بدیم اینه که وردپرس رو دانلود کنیم. توصیه اکید داریم که وردپرس از سایت رسمی خود وردپرس دانلود کنید، wordpress.org، وارد بخش دانلودش بشید و آخرین نسخه وردپرس رو دانلود کنید. روی این کلیک میکنید و ساب میکنید تا دانلود شه. چون من قبلا دانلود کردم دیگه مجدد دانلودش نمیکنم که طول ویدیو هم زیاد نشه. کار بعدی که باید بکنید اینه که برید جایی که زمپ رو نصب کردید. به این مثال من تو درایو دی یه پوشه دارم زمپ، روش کلیک میکنم، اینجا نصب کردم. این فایلایی که با نصب زمپ روی سیستم شما اضافه میشه. ما این فایلا کاری نداریم مگر یه فولدر به اسم htdocs. به htdocs کلیک میکنیم، یه سری فایل اینجا میبینید، ممکنم هست نبینید، هیچ مشکلی نیست. روی نیو کلیک کنین، برای مرتب شدن کار یه فولدر جدید بسازید. برای مثال من اسمش رو میذارم tatsgen. اوکی میکنم، وارد فولدر میشم و محتویات به قول گفتنی وردپرسی که دانلود کردم اون روش اکسترکت میکنم. منتظر میشم تا فرآیند اکسترکت کردنش تکمیل بشه. یادتون باشه برای نصب کردن وردپرس روی هاست اصلی همیشه می اومدیم محتویات داخل پوشه وردپرس رو یه مرحله به قول گفتنی می آوردیم عقب‌تر، یعنی اینا رو کات می‌کردیم. میتونیم کنترل ایکس بزنیم، میتونیم کلیک راست کنیم و گزینه کات رو انتخاب کنیم. میام یه پوشه قبل‌تر و اینجا پیست می‌کنم با کنترل وی یا کلیک راست و پیست. خیلی خوب، دیگه با پوشه وردپرس هم کاری ندارم چون خالیه دیگه چیزی توش نیست. اینم یه دیلیت میزنم تا مرتب بشه. خب برمیگردم به مرورگرم. آدرس لوکال هاست، لوکال /phpMyAdmin رو کلیک میکنم و منتظر میشم صفحه باز شه. خب سمت چپ دیتابیس هایی که تا حالا ساختم رو میبینم. گزینه اول نوشته نیو، میخوام یه دیتابیس جدید بسازم برای وردپرسی که دارم نصب میکنم. برای مثال من اسمش رو میذارم مثلا محسن. اینم میارم رو گزینه اول کلیشن و رو کرییت کلیک میکنم. ببینید محسن اضافه شد و خالی هم هست، چیزی توش نیست. خب با این هم دیگه کاری نداریم. برمیگردیم به پوشه‌ای که وردپرس رو توش کپی کردیم. اینجا یه فایلی هست به اسم wp-config-sample. این فایل رو یه رینیم میزنیم dash sample و بعدش رو حذف میکنیم، میشه wp-config.
خیلی خوب، حالا اینو باز میکنیم. حالا با هر نرم افزاری که خواستید، با نوت پد، با سابلایم، با براکت، با اتم، با هر نرم افزاری که راحت بودید بازش کنین و یه سری مواردش رو باید ادیت کنین. مثل چی؟ دیفاین، دی بی نیم، دیتابیس نیم. اینجا در واقع باید چی رو بنویسیم؟ در واقع باید این نام دیتابیسی که اینجا ساختیم. حالا من چی ساختم؟ محسن. اینجا پس باید چی بنویسم؟ باید بنویسم محسن. یوزر نیم توی نرم افزار زم همیشه روت هست و پسوردی هم نداره. پس این رو هم کلا پاک میکنیم و خالی میذاریم. کنترل سی اس رو کلیک میکنیم، فایل به قول گفتنی سیو میشه، برمیگردیم. حالا باید بریم و این پوشه که ساختیم که به اسم من چی ساختم؟ تات جن اگر اشتباه نکنم، بهش دسترسی پیدا کنم. اگر مراحل رو درست انجام داده باشم باید صفحه نصب وردپرس نشون داده بشه. ببینیم نشون داده میشه. آره نشون داده شد. میام زبون مورد نیازم انتخاب میکنم، فارسی. رو ادامه کلیک میکنم، منتظر میشم بره مرحله بعد. خب اینجا عنوان سایت رو از ما میخواد. برای مثال من میگم آموزش جن، نه آکادمی آموزش جن. نام کاربری که برای ورود به وردپرس نیاز هست و پسورد مثلا 1 2 3 4 5 و یه ایمیل. رو اندازی وردپرس کلیک میکنم، منتظر میشم به مرحله بعد. تو هر نام و رمزی که خودتون دوست دارید میتونید براش انتخاب بکنید. خب کارمون تموم شد. همونطور که میبینید وردپرس به خوبی نصب شد. برای دسترسی به پیشخوان وردپرس هم در انتهای این یک WP ادمین اضافه بکنید. وارد اون صفحه میشه و با یوزرنیم پسوردی که وارد کرده بودیم 1 2 3 4 5 باید وارد بشه. بله. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تا دیدار دوباره، خدا نگهدار.